بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم، برنامه رو شروع میکنیم. امروز چهارشنبه 13 ماه جولای سال 2016 میلادی و برابر است با 23 تیر ماه 1395. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو هستیم و ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی. و امروز من یک موضوعی رو که به نام آقای مطالعه آقای یزدان خدابندلو نوشته بود روی فیسبوک گذاشتم. چند تا از دوستان اعتراض کردن، گفتم که این رو من ننوشتم، این رو آقای یزدان خدابندلو نوشته و ایشون نظرش اینه که این سریالی که در زمان شاه ساخته بود به نام ساخته شده بود به نام آقای مطالعه، هدفش این بوده که اونهایی رو که کتاب میخونن و اینها مسخره کنن. اینجا هم تو فیلمای آمریکایی هست، اصلا این کلمه نرد و چارچش، اینایی که عینک میزنن و اینها، از همینجا درست شده. در هر صورت مشکل ما ایرانی ها اینه که این ذوق و چی میگن اون قسمت طنز بدنمون کمه. خب آقای یزدان خدابندلو رو گفتم و آقای مینویی رو هم گفتم. ساعت 5 بعد از ظهر یک خبر خوب براتون دارم که آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور روز جمعه ساعت 12 ظهر به وقت کالیفرنیا که میشه همون 3 بعد از ظهر واشنگتن یا نیویورک با ما خواهند بود. اجازه بدید من این دوستانی هم که توی فیسبوک هستن یا اونها حالا منتظرن که ساعت 2 بشه، ما این رو بردیم پایین که به اصطلاح گرچه میتونیم هم یک کاری انجام بدیم، یه چیز قشنگی بذاریم این پایین. حالا یاد گرفتم که میتونم اینجا یه چیزی رو بیارم بذارم ازش هم استفاده کنیم، یا آگهی شما این زیر باشه. دوستان چی بگم والا، خب ساعت 1:44 است. بله ما حدود 18 دقیقه زودتر شروع کردیم. دلیلش هم اینه که من امروز یک ساعت بیشتر برنامه نداشتم تا ساعت 3 و گفتیم اقلا بتونیم این چیزایی رو که آماده کردیم درباره‌اش صحبت کنیم. انتخابات آمریکا دیگه حالا رسید به اون مرحله نهایی و اون قسمت اولیه و نیمه نهاییش تموم شد. آقای سندرز، برنی سندرز، این پیر دیر که به اصطلاح ادعا کرده بود حکومت سوسیال دموکرات در آمریکا چاره این درد 250 ساله است یا 240 ساله، دید نه نمیشه، اینجا ماجرا ماجرای پوله و خانم کلینتون هم چون پول بیشتری داره، چون دوستای گردن کلفتری داره، چون بیشتر توی سیاست بوده، به اصطلاح اون موفق شد و ایشون هم زد گاراژ. اینجا وقتی میخوان بزنن گاراژ میان به اون یکی دیگه، به اصطلاح این سیاست دیگه، اصلا معنی سیاست همینه. راجب سیاست هم یه جوکی هست روی فیسبوک گذاشتم، به انگلیسی هست ولی خیلی جالبه. میگه که پدره به پسرش گفت که میخوام برات زن بگیرم، گفت من زن نمیخوام، خودم میتونم بگیرم. گفت من میخوام برات دختر بیل گیت رو بگیرم. گفت آخه اگه دختر بیل گیت رو به من دادن تو برو بگیر. زنگ زد به بیل گیت، گفت که میخوام دخترتو برای پسرم بگیرم. گفت که آخه پسرتو کیه که من دخترمو به پسر تو بدم. گفت که پسر من رئیس بانک بزرگی هست اینجا، مثلا نیویورک توی یه قسمت یه بانکی منهتن هرچ. بعد گفت اوکی باشه هیچ اشکالی نداره. آقای زنگ زد به اون صاحب اون بانک و گفت که به پسر من رو اینجا به عنوان رئیس استخدام کن. گفت آخه تو پسرت کیه که من به عنوان رئیس استخدامش کنم؟ گفت پسر من داماد بیل گیته. یعنی این ماجرای این توضیح میده و اونم استخدامش کرد. این توضیح میده که چجوری این سیاستمدارا بلدن کلا سر مردم بذارن و الی آخر. در هر صورت آقای سندرز هم به خانم هیلری کلینتون پیوست. بعضیا میگن به این امید که شاید نخست وزیر بشه یا در دستگاه حکومتی اون شغلی بگیره که بعید هم نیست. و امروز هم
یا دیشب هم باز این تبلیغات انتخاباتی بود و هنوز منتظر هستند که اینها نخست وزیر یا معاوناشون رو انتخاب کنن. آخه برداشتی که ما از نخست وزیر تو رژیم پادشاهی داریم با معاون رئیس جمهوری اینجا فرق میکنه. ایران هم که خودش راحت کرد، یه چند سال نخست وزیر داشت، بعد دیدن آقا حقیقتا این آقای ولایت فقیه پادشاهه، اون یکی رئیس جمهور، این میشه نخست وزیر دیگه، این یکی کیه، کردنش بیرون و تموم شد و رفت. و اما خب سرهنگ عقیلی پور، ممنونم از ایشون. شما هم اگر سوالی یا نظری دارید درباره برنامه‌هایی که آقای عقیلی پور قبلا داشتن، یا پرسشی دارید که فکر میکنید ایشون بدون پاسخ بده بر اساس تجربیاتش، بر اساس کارهایی که داشته و اینها، بپرسید. ایشون این لطف رو داشتن تا کنون و امیدوارم که لطفشون رو قطع نکنن و ادامه داشته باشه و پاسخهای شما رو بدن. پس جمعه با ایشون هستیم. و اما امروز در طی برنامه براتون نشون میدم، گهگاه دیدیم که یه ایرانی موفق هست، نمیدونم خانم دختر پرویز ثابتی شکنجگر که اصلا حکومت شاه رو اون باعث شد از بین بره، اینجا دانشمند موفقیه. همه ما میگیم یا ببین ایرانی ها چه مغزی دارن، هممون اصلا فکر میکنیم این خواهرمونه، این دخترمونه، این فامیلمون. ولی اگه یه بدبخت ایرانی یه جرمی مرتکب شده باشه، حتی تو تلویزیون ها اسمش رو نمیبرن که اون یکی دیگه ایرانیه، بدونه بابا اگر رفتی همچین جرمی مرتکب شدی، میان میگن. امروز دو نمونهش رو براتون میگم. یکیش گویا توی سان دیگو یه خانواده‌ای گویا عمه مسئول بوده که ارث و میراث اینها رو مواظبت کنه. اینجا رسمه. چی میگفتن وقتی یه کسی صغیر بود پدر مادرش میمرد، یه کسی رو به عنوان قیم یا کفیل یه چیزی اینجوری میگفتن. اینجا یک کسی رو انتخاب میکنن که تا موقعی که اینا سنشون 18 سال بشه یا 21 سال بشه، بستگی به اون وصیت و اون ویلی که صاحب پول کرده، صاحب مال املاک، اون تصمیم میگیره. یا در هر صورت گویا این عمه مسئول این بچه ها بوده. حالا اون رو تو از خبر خودش میخونم نشونم میدم که ببینید به اصطلاح مستند هست. و یکی دیگه هم یه آقای ایرانی آلمانی ایرانی تبار به اسم فکر کنم آریا لاجوردی، فکر کنم یه هم چیزی، حالا درست میکنیم که این اشتباه هم نکنیم، جمشید جان از اون ور دنیا هی زنگ نزنه بگه آقا لاهیجی رو گفتی لاجوردی، فامیلا همش قاطی‌پاتی نزدیک آدم اشتباه میکنه. ولی من معمولا سعی میکنم با مستند به اصطلاح خبر و اینها رو بگم که اگر اشتباهی هم میکنم شما اونجا برای خودتون درستش رو بتونید بخونید و ببینید و به دیگران هم بگید. امروز دوستانی که ممنونم از آقای کیارستمی که روی فیسبوک هستن، لطف کنید به دوستان دیگه هم این برنامه زنده ما رو بفرستید. فقط چند دقیقه قبل از برنامه یه نفر نوشت آقا زنده هستی؟ گفتم خودم زنده هستم ولی هنوز برنامه‌ام شروع نشده، چند دقیقه دیگه. برای ایشون نوشتم 8 شب به وقت آلمان، حالا ببینیم چی میشه. و اما ضرب المثلی که براتون گفتم در رابطه با اینکه یه ایرانی که موفق میشه، اگر یک ستارکی، اگر یک چیزی رو به نامش کردن، همه ما توی بلندگوهای بزرگ میگیم و تکرار میکنیم و توی مهمونی ها باد به قبقب و میندازیم و افتخار میکنیم، اینه که میگن پیروزی 1000 پدر داره. این را کندی فکر کنم گفته بوده، یا شاید اونم چون حرفایی که کندی زده معلوم شده یکی یکی از این ور اون ور کش رفته بوده. مثلا اون صحبتی رو که میگه نپرس که مملکتت برای تو چه کار کرده، از خودت بپرس تو برای مملکتت چه کار کردی، این رو یک کارگری گفته بوده. بعد وقتی که کندی این رو استفاده میکنه به نام کندی نوشته میشه. در اصل توی یکی از صحبتهای کندی دیدم که گفته بود که پیروزی 1000 پدر داره، شکست یتیم و بی پدره. اینم ماجرای ایرانی ها و اینها. در رابطه با آقای کندی گفتم یک ایرانی هم داریم اسمش ریچارد کندی است. من اون روز باز در رابطه با اعداد و ارقام و اشتباه ها و اینها گفتم که آقای ریچارد کندی اینجا برنامه داشتن و میگفتن باور داشتن که
حتی عدد پی که اینجا پی میگن، اون 3 و 14 و هرچی هست درست نیست و اینها، آقای فرید سایپور از UK، از United Kingdom، از انگلستان، از لندن برای من نوشتن که نه آقای کندی درست نگفت و ایشون میگه که ما در ریاضی تقریبا و اینها نداریم و قرار شده یک نواری رو حالا به صورت ویدیو یا به صورت آدیو در این مورد بفرسه و من هم براشون پخش کنم. از حمایت ایشون هم ممنون و متشکرم. ماجرای مرحوم شدن مسعود رجوی همچنان ادامه داره در برنامه های مختلف، در وبسایت های مختلف. بعضی ها میگن که این یک نقشه ای هست که ایران دنبال مسعود رجوی نباشه، چون تا حالا هر جا اینها حرف از تروریست میزدن فوری ایران هم پرونده مسعود رجوی رو میذاش روی میز، میگفت که ببینید شما به تروریستا جا و مکان دادید، بفرمایید این تروریست این آمریکایی‌ها رو کشته، این تو ایران بمب‌گذاری کرده به گواهی خودشون و فلان اینها، و میخوان این ورق یا این برگ برنده رو از کارت برنده رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن. از طرفی شایعه هست که چون جدیدن یا اخیرن عربستان سعودی دیگه شمشیر رو از رو بسته و همه جا میگه که باید ایران از بین برد، این بار آمده دیگه میگه اینجوری و بعد به زودی لشکری رو را میندازن لابد به سرداری مسعود رجوی. حالا والا من نمیدونم اینها 20 سال پیش 25 سال پیش حملاتی به ایران کردن، همه اینها جوان بودن، آموزش های جدید داشتن، الان چندین سال اسلحه ندارن. یکی از دوستان نوشته بود ببخشید با باد شکم و بواسیر و اینها یه سری سالمند حالا میخوان چه کار کنن، نمیدونم. عذر میخوام این حرف رو میزنم. در جنگ ایران عراق یه سری اولاغ رو آورده بودن، اینا رو میفرستادن جلوتر از این جهاد و پاسدار و اینها که اینا برن روی مین منفجر بشن. شاید عربستان سعودی هم یه همچین برنامه داره، در مثل مناقشه نیست، بهتون بر نخوره. و الان آمریکا برای این کار ربات ساخته، آدم آهنی ساخته یا الاغ آهنی ساخته که قبل از اینکه آمریکایی‌ها برن روی جا به اصطلاح توی جاده چیزی، حتی جلو ماشیناشون اگه دقت کنید یه چیزی بستن اینجوری بوم بهش میگن، بعد این رو زمینه ولی مثلا 20 فوت طولش هست، بعد این قبل از ماشینه میره و اگه قرار باشه یه چیزی منفجر بشه اول اون منفجر میشه و بعدن اونای دیگه. و این از قدیم رسم بوده، حتی تو کارهای جاده درست کردن و اینها اون مهندسه با همه دوربین و اینها که میمده با همه وسایل نقشه برداری ولی نگاه میکرده ببینه حیوانا روی این کوه چجوری رفتن بالا. معمولا اگه نگاه کنید بز، از روی بز رفتن بز و اینها جاده برای پیاده رفتن رو میساختن و الی آخر. خب داریم کم کم به ساعت 2 بعد از ظهر نزدیک میشیم، 4 دقیقه دیگه برنامه اصلیمون. و باز هم میگم این ماجرای آقای مسعود رجوی که طبق گفته خود آقای شاهین قبادی اگه اشتباه نکنم باید دیگه از حالا ایشون رو مرحوم صدا کنیم، برای که احترام کامل بذاریم به همشون، مجاهدین رو مرحوم صدا میکنیم. مرحوم مرداد دوست من از فرانسه نوشته که آقا شما دعوت کردی ولی من اینجا اینترنتم ضعیفه و نمیتونم بیام تو برنامه. باشه ما قبول میکنیم ولی اصل ماجرا اینجوری که شماها اجازه ندارید، شما که دیگه از آقای فیلابی مقامت بالاتر نیست، از ایشون هم گردن کلفتر نیست. آقای فیلابی با این هیکل و اینها خودش قشنگ به من گفته، یعنی که باید برم بپرسم ببینم اجازه میدن یا نه. اینم از این ماجرا. این ماجرا مسعود رجوی شده مثل قرم قرم، میگن به طرف قرم قرم میکنن که بعد اون به اصطلاح کلمه اصلی و کلمه زشت رو بگن. اگه یادتون باشه چند مدت پیش در همین مجلس آمریکا یک سرهنگی به نام سرهنگ وسلی مارتین، چیزا ازش پرسیدن آقا شما هی میایین اینجا طرفداری مجاهدین میکنین، این رهبرش کجاست؟ گفت که رهبرش زخمی شده و در فرانسه هست. اینو داشته باشی،
این قرم قرم اون آقای وسلی بود، وسلی مارتین. بعد وزیر پیشین اطلاعات عربستان سعودی آقای ترکی الفیزل یا تر فیز، بله فکر کنم همین، این گفت که مرحوم، حالا دیگه شما هر جوری دلت میخواد فکر کن، به نظر من اتفاق من نوشتم ایشون برای من مثل فیل بود، مرده و زندهش یه قیمتی بود. تا دوستان نوشته بودن که آقا نگید فیل، بگید مثل خرمگس بود. آخه خرمگس که قیمتی نداره دوست عزیز، فیل هست که زنده و مردهش یه قیمته. خب الی جون، الی جون، الی جون هم آمد روی فیسبوک و خیلی جالبه، مثلا اینجا الان نشون میده 8 نفر، ولی وقتی برنامه من تموم میشه می‌نویسه که تبریک به شما، بیش از 1000 نفر زنده از برنامه شما استفاده کردن. نمیدونم مثلا اینی که به من میفرست، یعنی مال اونایی که رو صفحه من استفاده میکنن، اونایی دیگه از جای دیگه استفاده میکنن، در اصل این تکنیکا رو من نمیدونم. امروز یه دوستی برای من نشد، آقا سوربی تو رو خدا رو تلگرام و اینستاگرام و اینها بیشتر فعال باش. گفتم عزیز دل من، من 60 سالمه و برای من مشکله که یه برنامه‌ای که دارم بیام روی اسکایپ، روی تلگرام، روی اینستاگرام، روی یاهو، روی نمیدونم یوتیوب، روی آخه بابا ول کنید. شما ببینید اگه یه جایی فلان جا اونجا میدونید میشه حقیقتا مثل چی؟ شما دیدید مثلا توی تهران یه چلو کبابی بوده به نام نایب، یا یه چلو کبابی بوده به نام شمشیر، یا یه چلو کبابی بازار. من خودم اگه مثلا برم تهران میرم چلو کبابی بازار، شمشیری یا نایب، چون اینها. ولی اونی که 100 تا شعبه داره دیگه اصلا کیفیتش هم خوب نیست، نمیتونه کیفیتش خوب باشه. من خودم یادم میاد یه زمانی ما اینجا شروع کردیم یه کاری رو، وقتی خودمون تنها بودیم خیلی خوب انجام میدادیم، هم خودمون راحت بودیم، هم صاحب کار به قول معروف هم خر خسته نبود، هم خدا ناراضی نبود. بعد به این فکر افتادیم که خب چه خوبه اینو بیشترش کنیم، غافل از این که آقا وقتی اینو بیشتر میکنی باید بیشتر وقت بذاری، اونی که استخدام میکنی هیچ وقت مثل تو کار نمیکنه. بعد 2 تا 3 تا مجبور شدیم خودمون بشینیم کنار، فقط هوای اونا رو داشته باشیم، بشیم لاستیک زاپاس و اگر یکیش نیامد بریم جای اون کار کنیم، و بیچاره شدیم اصلا دیگه. آخر کار ول کردم سال 2003، گفتم آقا نخواستم. این آقای فیلابی یه جوکی، خیلی آدم شوخ و به اصطلاح خوشبیان و اینها، آدم خوبیه واقعا، انسان شریفیه، ولی حالا چجوری هوادار مجاهدین شده و دست بردارم نیست اون دیگه بماند. البته گفتم ماجراش این بوده که برادرای خانمشو جزو اولینایی بودن که با جرثقیل اعدام کردن و اینها، ولی خب آقا اگه یه چیز اشتباه غلطه دیگه حالا یک در عوضش کنید بماند. برای من تعریف میکرد، میگفت که ببین این کاری که شما کردید منو یاد خدا انداخت. گفتم چی؟ گفت خدا اولش کامیوندار بود و زندگی خوبی داشت و اینها، بعد دعا کرد، خدا دعا کرد به کی نمیدونم، که یه زن خوب گیرش بیاد، یه خونه خوب گیرش بیاد، همه اینا رو فراهم کرد و اینها. بعد گفت که یه نفر بود اینجوری بود و اینها، بعد خدا اینا رو بهش داد، زن خوب، منزل خوب، زندگی خوب، بچه‌های خوب. بعد یه روز این آقایه گفت که خدایا به من یه پولی بده من برم یه شعبه دیگه باز کنم یا یه کامیون دیگه بخرم. خدا هم این کارو کرد، رفت کامیون خرید و آورد. گفت خدایا حالا یه خواهش دیگه هم ازت دارم، به من یه شریک خوب بده یا یه راننده خوب بده. زار زار خدا نشست گریه کردم. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت تو فکر میکنی من اولش کجا بودم، چه کاره بودم؟ من اولش مثل تو مثلا مغازه داشتم، مثل تو کامیون داشتم، بعدن هی چیزام خوب شد، زیاد شد، بعدن حواس کردم زیادتر باشه و شریک داشته باشم، 1 2 3 اینستاگرام داشته باشم، تلگرام داشته باشم، رو رادیو باشم، رو این باشم، با تلفن بگیرم و اینها. گفت بعدن دیدم زندگیم داغون شد و الان هر کسی مثل تو میاد من یاد داستان خودم میافتم و گریه میکنم. تو رو خدا دوستان ما رو گریه نندازین، بذارین با همین یوتیوب، مردم تیوی، فیسبوک، اسکایپ، تلگرام فعلا باشیم با شما. اوکی مرسی. خب
اول گفتن زخمی شده، ماجرای قرم قرم رجبی، حالا هم که میگن مرده، خب پس ما باید بگیم رهبر مرد، قصه خلاص. یادتون داستان ها میگفت شاه مرد، قصه خلاص. حالا ببینیم چی شد. بله به 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 بسر عموی گل خود منم آمد. خب خوبه، من سالها پیش وقتی برنامه داشتم و تلفن ها رو باز میذاشتم، خیلی ها زنگ میزدن و این برای اونایی که برنامه داشتن چند سال خیلی عجیب و غریب بود. انقدری که این بهبهانی بخیل به من میگفت که تو فامیل اینجا زیاد داری، میذاری اونا به زنگ بزنن، اصلا چیزی که به مغز من خطور نمیکرد. حالا در همین رابطه براتون بگم، دیروز یه فیلمی از آقای شهرام همایون دیدم. اولا شهرام همایون داشت به این تیمور لنگ میگفت که نمیدونم شما گفتی پول نفت اینجوری اونجوری، نه اینجوری نیست. حالا صبر کن یه کمی تونبری همچین افسارتو میگیری که دهنت تا اینجا چاک بخوره. شهرام همایون داشت با آب و تاب تعریف میکرد که رضا شاه کاری کرد که هیچکی نکرد و اینها. تلفن رو باز کنید دیدین که از این معرکه گیری واقعا نمبر وانه و خوبه براش. من همیشه تعریفشو کردم، شما اگه میای تو این شغل باید معرکه گیر خوبی باشی، اگه نباشی میشه مثل من. من دیروز رفتم پایین تو بیسمنت نگاه میکنم، میگم آقای شهاب دوستمون از کالیفرنیا خبری ازش نیست، امیر از ونکوور کانادا خبری ازش نیست، خانم لیلا ازش خبری نیست، لیلا هم دو سه تا بیشتر داشتیم ماشاءالله. و گفتم خب تقصیر منه یا این بنده خداها مردن فوت کردن شرایطشون عوض شده، بگذریم از این ماجرا یا بگذریم بیایم سراغ آقای شهرام همایون. با آب و تاب توضیح میداد بیا تو تلفن، بیار تو تلفن، ببر بیرون، برو حالا سرود پخش کن. من که حالا نمیگم که رضا شاه چیکار کرد، تلفن ها رو باز کنید. تلفن ها رو باز کردن، 4-5 تا از این پیرپلاتالایی که تو خونه نشستن بیکار زنگ زدن، بگو ببینم چه کار کرد. آقا پل ساخت، خودم بودم با بیل و کلنگ رضا شاه داشت پل میساخت. بح 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 بح، ولی این اونی که من میگم نیست، من یه چیزی میگم که هیچ کس نگفته. اولم ادعا کرد که قبل از من و تو این بوده که رضا شاه، بابا دیگه رضا شاه مرده، حالا رضا شاه رو شما میخواین پروموت کنی برای چی؟ من بودم که رضا شاه رو پروموت کردم. اوکی، جایزه اون وقتا، ببخشید اینجوری میگم، میگفتن جایزه دست اول رو برای شما میبرم، دست اول برای شما. بعد گفت که حالا زنگ بزنی. اون 4-5 تا فوری زنگ زدن، اینم گفت که بله بگو ببینم. اون میگفت که پل زده، اون میگفت راه آهن باز کرده، اون میگفت دانشگاه باز کرده، اون میگفت حجابو برداشتن، میگفت نه همه اینا نیست، حالا یه بار دیگه سرودو پخش کنید تا برگردیم. برگشت تلفن ها همه قطع شد. گفت ببینید اینقدر تلفن ها زیاد شده اینجا، اصلا خطای تلفن ما منفجر شد. درست یاد مجاهدین افتادم. مجاهدین روزی که این برنامه ها رو زنده پخش میکردن، این نمایش سالیانشون رو، به دلیل این چیزای اشکالی که هست توی فرانسه اینترنت و فلان اینها، یه دو بار قطع شده تو کارشون. طرف نوشته بود انقدر ما سیستممون پر جمعیت بوده که منفجر شده. کی اینا میخوان حقیقت رو بگن؟ بگن آقا پول برق ندادیم برقمون قطع شد، آقا نمیدونم اینجا الان یه موتورسیکلت زد به این جعبه کیبل قطع شد. اگه اونجوری حقیقت بگن میشن مثل من که باید بشینم اینجا، اون دوستم به اون دوستم زنگ میزنه، دوتاشون دوستم هم تخفیف میخواد، اون دوستم هم میگه حالا بهشون میگم قرار شده 2 ماه دیگه برن صحبت کنن، 2 ماه دیگه میگه که نه آقا این پدر سوخته ها باشون دعوام شده. من نمیفهمم والا، یه چیزی این وسط خراب. در صورت خیلی خوشحالم که فک و فامیلای ما هم آمدن. کمال نشده که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. کمال جون برای که بهت بگم اشتباه میکنی، در آمریکا ببین یه دست مصنوعی ساختن، اینا رو میخری 1 دلار، یه چوب کوچولو، اینا نیای قوی بزرگ، بعد اینجوری مثل پنجه درستش کردن. نمیدونم اینجا هم یه قرقره بود، من دیدم بدجور زدم شکندمش. بعد اینجوری میکنی شما پشت خودتو میخارونی. البته خب بازم شما درست میگی، بازم کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من یا جز دست من. بله بازم دست من، ولی نه وسائلی هست روی دیوار یه چیزایی وصل میکنن، وای میسی مثل خرس که خودش رو به درخت میماله، ماساژ میده الی آخر. و اما ماجرای هفته پیش آمریکا، کشت و کشتارهایی که شده که همش صحبت و دلیل بر این هست که اینجا هنوز
اون نجات پرستی از بین نرفته. بعضی ها باور دارن حتی از روزی که آقای اوباما شده رئیس جمهور، سفید پوستان ناراحت تر و عصبانی تر هستن، و من چون آمار دقیقی ندارم حقیقتش نمیتونم به اصطلاح قاطع این رو بگم، ولی میگن تعداد اینایی که کشته شدن تو این ماجراها و اینها توی دوره اوباما بیشتره. البته میدونید باز اوباما میگن تعداد اونایی که به اصطلاح خارجیایی که اینجا بودن دیپورت شدن بیشتره، تعداد خارجیایی که اینجا کار میکردن برگشتن کشورشون بیشتره. خب یه مقدارش هم دلیل اقتصادیه، ولی از این که اوباما تمام قولایی که تمامش رو دروغ میگن، قولایی که داد خیلی هاشو اجرا نکرد و این هم به اصطلاح دنباله سیاست‌های جورج بوش دیوانه و احمق بود، هیچ حرفی توش نیست. حتی اون زندانی که قولات بسته نشد، سربازا رو نیاورد، تعداد سربازا رو الان توی افغانستان و عراق حتی گفته زیادتر نگه می‌داریم، تا 2017 نگه می‌داریم و الی آخر. در هر صورت ممنونم، ولی این ماجرای سیاه‌پوست کشته شدن و بعد فراخان به تظاهرات و اینها و همه که رفتن، یک سیاه‌پوست 25 ساله‌ای که فکر کنم اسمش مایکل بود یا بابا مامانش بهش میگن میکا، این خلاصه عصبانی بود و یه مقداری هم تو ارتش مشکل داشته و اینها، آمد و 12 تا پلیس رو مورد اصابت گلوله قرار داد، 5 تاشون کشته شدن، 7 تاشون زخمی، یه چندشون از بیمارستان اومدن بیرون، یه چندشون هنوز بیمارستانن. و این حقیقتاً به اون جنبش فراخانه نمیدونم زندگی به اسمش هست Black Lives Matter، یعنی زندگی سیاه‌پوستان ارزش داره، باید بهش توجه کنیم و اینها، که بعضیا میگن همین جمله هم نجات پرستی است از طرف سیاه‌پوستان، مثل جولیانی دیوانه میگه بگید زندگی همه ارزش داره و اینها. خلاصه برنامه‌های مختلفی گذاشتن. دیروز آقای اوباما، همسرش، آقای جورج بوش رئیس جمهور قبلی، همسرش، و چون اینها تو تگزاس گاورنر بودن، فرماندار بودن اونجا، الان نمیدونم چندین هزار ایکر زمین داره، آمدند و در برنامه قدردانی و مراسم یاد بود این پلیس ها شرکت کردن. برید ببینید این جورج بوش دیوانه، واقعا دیوانه، که اصلا مغزش از بس دوا کشیده موقعی که جوان بوده و اینها، دیگه میدونید خراب میشه، سلولای مغز از بین میره، دیگه جایگزین نشده. ببینید چه کار کرده. ولی مصاحبه‌های زیادی در این رابطه شده. یکی از اون مصاحبه‌ها که اگر میتونید پیداش کنید یا اگه خودم بتونم پیداش کنم توی برنامه‌ها میذارم، مصاحبه یک دکتر سیاه‌پوستیه که در اون بیمارستان تگزاس این پلیس‌ها رو به اصطلاح وقتی مجروح می‌شدن گویا نزدیک بوده می‌آوردن اینها، میگه در حالی که من داشتم اینها رو درمان و مداوا و نمیدونم به زخم و اینهاشون میرسیدم، همیشه تو مغز من این بود که من از اینا میترسم، من حتی با دخترم که میرم بیرون از اینا وحشت داریم، میترسیم. و این دو جنبه داشت، یه عده‌ای گفتن که این دکتر نباید اینجوری میگفته، یه عده‌ای گفتن اتفاقا خوب شد گفته و اینها. حالا اوباما و جورج بوش و اینها هم همه گفتن بابا نه این طرفو بگیرید نه اون طرفو بگیرید، سعی کنید بگید که ما احتیاج داریم به یک اتحاد، و واقعا همینه. و ای کاش این آقای اوباما تا هست یه هفته‌ای رو به نام هفته اتحاد، من یادمه بعد از 2001 درست سپتامبر 11، یعنی 911 یا بله 11 سپتامبر 2001، مردم آمریکا خیلی با هم متحد شده بودن و مهربان شده بودن و اینها، فکر کنم باز احتیاج به یه همچین چیزی هست. باز یادمه آخوندها وقتی اومدن ایران دیدن این مسئله شب عید عمر و این ماجراها باعث جدایی و تفرقه میشه. اون موقعی هم بود که طرف بلوچستان سر و صدا بود، طرف کردستان سر و صدا بود، اونا هم بیشتر سنی هستن. ببینید اینا چقدر زیرکن، چقدر باهوشن، چقدر موذین، چقدر پدرسوخته هستن، آمدن این روز رو که به عنوان عید عمر برای مسخره کردن و فحش دادن مردم، مخصوصا شیعه ها استفاده میکردن، این روز رو گفتن روز وحدت، که هنوز
یکی مثل آقای اجلالی در آمریکا آبگوش درست میکنه و همه رو دعوت میکنه. در هر صورت بعضی وقتا باید یاد بگیریم از این آخوندا که چه کردن. پلیسی که زخم این پلیس دکتری که پلیس های زخمی را درمان کرد گفت از پلیس وحشت داره. و اما کتاب سوم دبستان رو یکی از دوستان لطف کرد برای من فرستاد. البته من این کتابو یادمه دیده بودم دست برادر بزرگترم فکر کنم، ولی وقتی که نوبت خود ما شد که بریم مدرسه فکر کنم این کتاب ما عوض شده بود. حالا ببینم اگه بتونم پیداش کنم. بله، کتاب سوم دبیرستان، ببینم برای شما اینجا میتونم نشونتون بدم. اگر کسی این رو میخواد من دارم، میتونم براتون بفرستم خیلی آسون با ایمیل با فیسبوک با همه چی. وقتی فرستادم اگه دوست داشتید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، اگرم دوست نداشتید فرزند کوروش هستید و فرزند داریوش هستید و مفتخور بار آمدید، خب روی خودتون نیارید. این مال هر کی هم بوده نوشته روش سید محمود موسوی. این بالا ببینید، بیا اینجا بیا اینجا، بله سید محمود موسوی اینجا نوشته چز زده. اون وقتا یادتونه اول جلد میگرفتیم، بعد کتابا که پاره میشد چز میزدیم، حالا اینم از بالا تا پایین چز زده. اسمش هم نوشته که خدایی نکرده کسی اشتباهی کتابشو ندزده. و اما توانا بود هر که دانا بود، که دنبالش هم این بود زدانش دل پیر برنا بود. ببخشید این رو نباید میزدم، حالا میام اینجا میریم صفحه، بله شروع میشه، بله وزارت فرهنگ فارسی، اینجا هم نوشته 1343. این هر کسی بوده این کتاب رو سکن کرده یا عکس گرفته با دوربین بسیار خوبی و گذاشته، وقت گذاشته، دستش درد نکنه. ممنونم. 85 صفحه، 85 تا عکس گرفته. ببینیم چیه نوشته که از بس سرعت ایران اینترنت تو ایران کند هست اعصاب آدم خرد میشه، نمیشه نگاه کرد، نمیشه جمله رو متوجه شد. آخای بگم چیکار کنم من؟ شاید برای ایرانی ها از امروز بعد از برنامه روی یوتیوب روی فیسبوک بیام برنامه صدا رو بذارم که به صورت صدا یه حجم خیلی کمی هم داره اون رو بگیرن. در هر صورت خجالتش برای آخوندا که آمدن این وعد و وعیدها رو دادن و حالا خودشون کاری کردن که مردم بگن بابا صد رحمت به اون کفن دزد اولی، اقلا کفنها رو می دزدید، به جنازه پدر و مادرمون کاری نداشت و اینها این کار کردن. دلیلی که من این رو کتابو دارم بهتون نشون میدم و اگه خواستید براتون میفرستم، کتاب به نظر من جالبه. میای صفحه 25 کتاب، یادتون باشه صفحه 25 کتاب مثلا عکس شماره 16 است، صفحه یعنی برگ 16می از این فولدره. در هر صورت صفحه 24 نوشته پرسش معبد از بزرگمهر، بعضیا موبد هم میگن. 25 نوشته فردوسی، درباره فردوسی توضیح میده و من این رو برای آقای چمنارا فرستادم، آقای سهراب چمنارا. آقای سهراب چمنارا اون دفعه تو صحبتاشون به من میگه ای آقا این حرفا چیه، فردوسی پولدار بوده و احتیاج به پول سلطان محمود غزنوی نداشته. آقا ما دیگه چیزایی رو هم که خوندیم و یاد گرفتیم شما میخوای با پاک کن از مغزمون پاک کنین، چیزایی که شما باورداری اون رو قبول کنیم. نمیشه عزیز من اینجوری. ببینید دوستان نوشته که از یه دهی بود از اونجا و اینها، فردوسی در آن ده شوکتی تمام داشت چنان که به دخل آن زیا از ابسال خود بی نیاز بود. حالا اینجا نگاه کنید، و یک دختر بیش نداشت و شاهنامه به نظم همی کرد و همه امید او آن بود که از سله آن کتاب جهاز آن دختر بسازد. 25 سال در آن کتاب مشغول شد، که پس 30 سالم نبوده، کتاب مشغول شد، کتاب رو تمام کرد، ولحق
هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ما معین رسانید و کدام تب را قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده است در نامه دیگه تعریفه. بعد آقای چمنارا میگه نه آقا، ایشون نوشت پول کاتبا، پول نویسنده ها را خودش از جیب داد، بعد اینو برد به آقای غزنوی گفت که شما بیا اینو چاپ کن منتشر کن. یکی از دوستان لطف کنه به من بگه 1000 سال پیش توی ایران صنعت چاپ به 3 صورت بوده. اصلا کتاب 1000 ساله ای ما داریم؟ این دوستانی که میگن عرب اومدن همه کتابا رو آتیش زدن، کتابا چجوری بوده 1400 سال پیش 2500 سال پیش؟ میدونیم خشت بوده، ولی اون موقع چی بوده؟ کدوم کتابخونه بوده؟ اسم ببرید کدوم کتاب رو سوزوندن. در هر صورت از این که هر کسی میره یه جایی حمله میکنه، تجاوز میکنه، کتاب سوزی میکنه، جاهای خوب رو میسونه، حرفی توش نیست. ولی شما که میگید آقای فردوسی بسی زنده کردم، بسی رنج بردم در این سال 30، این دوستون میگه آقا 30 سال نبوده، 25 سال بوده. این کتابم زمان شاه، حتی زمان آخرای رضا شاه چاپ شده بوده، تا سال 1343 دیگه به چاپ میرسه. هر کی میخواد یه ایمیل بفرسته من براش بفرستم، شاید هم بزنمش رو فیسبوک، هر کی میخواد از روی فیسبوک مردم تیوی یا از روی فیسبوک خودم پارسا سربی شخصی ورداره. چی بگیم دیگه بابا، اینم از این. در صورت من به آقای چمنارا میگم دوست عزیز، شما اصرار نکن به این که ما را عوض کنی. من میگم به نظر شما این تلویزیون بیننده داره تأثیر میذارم رو مردم، شما بیا 3 بار بگو. اگر شما 3 بار میگی و هنوز وحشت داری که تأثیر نذاشتی به اندازه سربی که 1 بار میگه، خب یه اشکالی تو بیان شماست، یه اشکالی در گفتن شماست. اونو تمرین کنید، اشکالشو پیدا کنید، رفع کنید و برید. کتاب سوم دبیرستان صفحه 25ش فردوسی برای جهیزیه دخترش شاهنامه را نوشت. سرهنگ دکتر عقیلی پور ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با شما خواهند بود تا به دوستان پاسخ بدن پرسشایی رو که پرسیدن. یکی از دوستان راجع به این مستشار یا چیزای نظامی در سفارت‌های مختلف سوال کرده و آقای عقیلی پور هم قبول کردن که در این مورد پاسخ بدن. انتخابات آمریکا گفتم که درست تعریف how politics work، یعنی سیاست چگونه کار میکنه، به این صورت است. امروز بعد از برنامه من بذارید ردیف برنامه‌هات رو براتون بگم: سربی، بعد آقای یزدان خداوندلو، بعدش آقای مینویی، بعدش آقای شبستری. آقای شبستری ماهی یه دونه ویدیو درست میکنه، کاری که میکنه اون ویدیو رو یه هفته که نشون میدیم بعد برمیگرده ویدیوی 50 و خورده ویدیو قبل، یعنی الان 4 سال هم گذشته دیگه، تو 5 سال داریم میریم. اونا رو یکی برای شما خودش انتخاب میکنه، من پخش میکنم. کانون آوا ویدیوی جمعه هفته قبلشون رو پخش میکنیم. تا پس فردا کیان ایران، رادیو کیان ایران دیروز فایلشون اشکال داشت، امروز گرفتم درست بود و براتون میذارم. ایشون آقای سرهنگ فرهومن طرفدار پادشاهی روزی 3 ساعت در تلویزیون مردم برنامه داره. حالا شما هم اگر طرفدار کمونیست هستید، چپ هستید، راست هستید، بیاین برنامه خودتون رو بذارید. این هم از این ماجرا. بله بله، خیلی ممنون. یه خانمی هست به نام خانم ناهید حسینی توی انگلستان هستن، اگه اشتباه نکنم ایشون قبلا هم با بهکام توی تلویزیون رنگارنگ یا توی تلویزیون ندا تیوی برنامه داشتن. خود بهکام یه مدتی الان مثل مسعود رجوی غیبش زده، ندا تیوی رو نداره، ولی رو فیسبوک میبینم که چیزایی مینویسه. فیسبوک اگر چیزی مینویسه یه کسی، دوستان، دلیل بر این نیست که خودش هست. به چه صورت؟ به این صورت که من ممکنه 5 نفر 6 نفر رو انتخاب کنم، این 5 نفر 6 نفر میشن ادمین. ادمین نمیدونم چی بهشون میگیم، هیئت
هیئتی که بهش اطمینان دارید، خلاصه کارا رو اینا راستوریس میکنه. یعنی من ممکنه مثلا یه جایی باشم اصلا دسترسی به اینترنت نداره، ولی برفرض مثلا یه دوستی، پسر عموی، پسر خاله ای به اون گفته باشم که این آیدی من هست، این شناسنامه من هست، این رمز عبوره و رمز وروده و این شخص این کار رو انجام بده. در اصل من دیروز برای بهکام نوشتم زنده ای، مرده ای، بگو ببینیم که چه باید کرد. NIAC action welcome EU decision not to recuperate on American travelers. بله، سازمان NIAC میدونید خیلی فعاله و اتفاقا باز دیروز نوشته بودن که امروز براتون یه سری چیزایی دارم پخش میکنم، نشون میدم، بذارید پس این چیزایی که الان هی دارن دوستان میفرستن اینا رو ول کنیم و بریم سراغ اونایی که از پریروز تا حالا گذاشتم توی صفحه و فولدر. بذارید اول اینو بهتون نشون بدم که دوستمون آقای علی شیرازی فرستاده و نوشته که تحلیل روز، اگه اشتباه نکنم، هواپیمای عربستان در اسرائیل فرود می آیند. تحلیل روز. خب شما تعجب کردی؟ آقا عربستان، بله، مصر روبروی اسرائیل وایساد، ولی عربستان از موقعی که محتاج پول، به اصطلاح این ماجرای پول و اینها هست و این پادشاه‌های دست نشانده انگلستان و آمریکا داخلش هستن، اینها فقط تظاهر میکنن که مسلمان هستن و الا مشکلی ندارن با اسرائیل. و من تعجب نمیکنم، بعضی چیزها هست که شما خیلی تعجب میکنی، من حقیقتش به اون صورت تعجب نمیکنم. باز اینجا نوشتم نسخه پی دی اف فارسی کلاس سوم دبیرستان برای سال تحصیلی 1343 که اصل آن در اواخر دوره رضاشاه تألیف شده است. من فکر کنم اشتباهه، این اصلش هم در اوائل دوره شاه تألیف شده و الی آخر. در اصل حالا مهم نیست چه در دوره اون چه در دوره این یکی. بذارید اینا رو براتون بخونم که وقتی که یه نفر، یه ایرانی، یه مقامی کسب میکنه، به یک درجه و جایی میرسه، همه ما هول میشیم و میخواییم اینشون رو بگیم فامیلمونه، آشنامونه، اعتبار و کردیتی اگه هست برای ما باشه. ولی وقتی یه بدبخت خدازدهی مثل این آقای لاجوردی که گفتم، درست گفتم، آلمانیه، همین امروز بوده، ببینی چهارشنبه 23 تیر ماه 1395، آلمانیه ایرانی تبار به جرم جنایت جنگی به زندان محکوم شد. آریا لاجوردی در دادگاه فرانکفورت، دوچوله اینو گفته، دادگاه این عکسو میگه، این عکسی که شما دارید میبینید، این آقای آریا لاجوردیه. حالا من نمیدونم کسی که دیگه متهم بوده محکوم شده چرا صورتشو اینجوری میپوشونن، که اینم از عجایب روزگاره. دوچوله دادگاهی در آلمان برای نخستین بار یک آلمانی را به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در سوریه به 2 سال زندان محکوم کرد. جوان 21 ساله ایرانی تبار با 2 سر بریده به نیزه کشیده شده در سوریه عکس گرفته است. دادگاه عالی فرانکفورت یک آلمانی 21 سال، دوباره همونو میگه، به 2 سال زندان محکوم کرد. قاضی تاماس، بله، این قاضی تاماس زاگبیل گفت که حکم آریا لاجوردی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی صادر شده. لاجوردی در شروع جلسه دادگاه اذعان کرد که این چهره اوست که در این تصاویر دیده می شود، اما مدعی شد که برای این کار تحت فشار قرار گرفته بوده یا است. دادستانی آلمان خواستار 2 سال و 3 ماه حبس برای متهم شد. وکلای مدافع نیز برای تبرئه او تلاش کردند. مقامات دادگاه آلمان پیش از این گفته بودند تصاویر منتشر شده در صفحه فیسبوک لاجوردی نشان می‌دهد که او و 2 جنگجوی دیگر قابل مشاهده در تصاویر با سرهای بریده افراد کشته شده رفتاری تحقیرآمیز داشتند. داستان دادستانی آلمان احتمال می‌دهد که 2 جنگجوی دیگر این تصاویر افراد را سر بریدند.
دادستانی همچنین میگوید طبق شواهدی که در دست دارد، لاجوردی در سوریه به یکی از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد رئیس جمهور این کشور پیوسته است. اما آریا لاجوردی در آغاز روند محاکمه خود در اردیبهشت ماه سال جاری 4 می مدعی شده بود که به قصد خدمات انسان دوستانه به سوریه سفر کرده و قصد امداد رسانی داشته است. این نخستین بار است که در آلمان یک مظنون اسلامگرا به جرم جنایت جنگی محکوم می شود. حالا این پایینش یه عکسیه، دو تا عکس حقیقتا بهتون این دوتا رو نشون بدم، چون یکیش در رابطه با همون عمه و فامیلی هست که همدیگر رو کشتن، افشای راز قتل خانوادگی، عمه ایرانی تبار عامل جامعه فاجعه سندیگو. ولی این بالاییش جالبه، سخنان تند مهرجویی در ختم کیارستمی. دوستان اینایی که توی به اصطلاح مردن یه نفر خیلی دیگه قش میکنن و گریه میکنن، اینها به نظر من میاد که اینها از مردن خودشون میترسن. آقای کیارستمی 76 سالش بوده. آقای کیارستمی بهترین درمانی که موجود بوده رو توی ایران گرفته، چهار ماه پنج ماه بهش گفتن شما سرطان داری، گفته حالا فکر کنم بیام نیام، نرفته. شما برو به فکر این جوانای بیچاره‌ای باش که خودکشی میکنن، برو به فکر افرادی باش که با سنهای خیلی کم سکته قلبی میکنن، ایسته چیز میکنن. این دیگه این مسخره بازی ها رو بذارید کنار. درسته که 76 سال به نسبت عمری که توی آمریکا و اروپا هست خیلی هم پیر نیست، ولی دیگه آقا طرف، ما دو تا فامیلمون در عرض 6 ماه، دو تا برادر مادرشون هنوز زنده است بنده خدا، در عرض 6 ماه یکیش والا توی همین کالیفرنیا که بهترین و جدیدترین درمانها رو هم میرفت میگرفت، میگفت هر ریسکی هست من انجام میدم. داداشم توی ایران توی شیراز رفته بود توی قسمت های زرغون باغ و اینا هم راه انداخته بود، هوای خوب فضای خوب، در فاصله 6 ماه مردن. یکیش 55 سالش بود، یکیش 62 سال بود. آخه مسخره بازی و مرده پرستی هم کنار بذارید. اعصاب مادام خرد میکنن والله، چی بگی آدم. خب بیایم اینجا بریم سراغ عمه خانم. این عمه ها بلایی هستن آسمانی، ما که دیگه نداریم، 3 تا داشتیم بنده خدا همشون فوت شد. خب افشای این مال خبر مال دیروزه، افشای راز قتل خانوادگی، عمه ایرانی تبار عامل فاجعه سندیگو. خبرگزاری ایران شهر پلیس ایالتی کالیفرنیا میگوید عامل قتل فجیع 3 زن در خانه ویلایی در هومه شهر سندیگو در جنوب غرب ایالات متحده، سایه امینی 52 ساله عمه نوجوان مقتولی است که تبار ایرانی دارد. در این حادثه هانا آریا امینی 15 ساله و میا شین 56 ساله کشته شده بودند. سایه خود را نیز کشته است. این عکسی که شما دارید میبینید این عکس خانم سایه امینیه، این پایینی هانه آریا. خانم امینی که پس از مرگ برادرش مایکل امینی بر اثر سرطان در سال 2014 مسئولیت رسیدگی به اموال، ببین دوست عزیز در آمریکا سرطان کش طرف رفت، برادرش مایکل امینی و حالا نمیدونم این با اون شاعر معتاد عوضی مسعود امینی هم رابطه داره یا نه، ولی فامیلی امینی زیاده. خانم امینی که پس از مرگ برادرش مایکل امینی بر اثر سرطان در سال 2014 مسئولیت رسیدگی به اموال وی از جمله خانه‌ای که جنایت در آن رخ داده و یک ویلای دیگر را در منطقه رانچو سانتافه بر عهده داشت، 27 ژوئن 2016 برادرزاده 15 سالش هانا آریا و دوستش میا شین را به ضرب چاقو و به نحو هولناکی کشته است. دنباله خبر میان این پایین تر بذارید براتون
پهن‌ترش کنم که ببینید. بله اینم از این. بر اساس گزارش‌های جدیدی که پلیس سان دیگو ارائه کرده، نتایج پزشکی قانونی و بررسی کارگاه‌های جنایی نشان می‌دهد. ببینید دوستان، این پارسال کشته شده، امسال پلیس داره چی می‌کنه؟ ولی ما یه نفر که کشته میشه، ما اونجا هم نیستیم، تو اون شهر هم نیستیم، هیچ میگیم وای من میدونم. ننه جون، این حتما دسیسه بوده. در هر صورت این ماجرای این که پیروزی هزار پدر داره ولی شکست یتیم و بی پدر هست، اینه. آقای نادری مثل هزاران جوان دیگه‌ای که از کشورهای دیگه آمدن، رفته ناسا کار کرده، حالا هم موفق، ناسا هم فلان ستارک رو به نامش میکنه. توی شناسنامه های توی سایت های ایرانی همه میپرن بالا و پایین که سقف خونه همه جای سرمون داخلشه. ولی این بدبختایی که با سر پول همدیگر رو کشتن، هیچ که صداش در نمیاد و ای مرده شور پول رو داره. خیلی خوشحالم که خانم نیر عزیز هم اینجاست. نوشته جناب سوربی، من هم کم کم نزدیک به سن آقای کیارستمی میرسم، البته هنوز وقت دارم. نه بابا جان، این عمه خانم مریض روانی بوده است. حالا مریض روانی بوده، خب پس اون برادرش چه اشتباهی کرده که خواهر خودش رو که مریض روانی داشت بوده گذاشته مسئول زندگی اینها؟ در صورت من اینجا رسم صبر میکنیم تا مثلا یه هواپیمای اگه میفته. یادمه چندین سال پیش یه هواپیمایی از فرودگاه بلند شد، همون نزدیکی‌ها خورد به ساختمان چند طبقه. اینجا یه نفر به تلویزیون رنگارنگ زنگ میزد میگه مادر جون من میدونم این سران سپاه توش بودن، این مثلا آقای فلانی داره سر اون. آقا نه اینکه اینا پدر سوخته نیستن، نه اینکه اینا همدیگر رو نمیکشن، ولی دیگه بابا جون شما به این سرعت حرف نزن، شاید یه اشکالی داشته، یه چیزی داشته. با درود به جناب سوربی گرامی، این را همشهری عزیزم جمشید شیرازی که در برنامه قبل ایمیل ایشون، اسم ایشون، شماره تلفنشون را هم گذاشتیم و خیلی ممنونم که این کار رو شما شروع کردی. توی برنامه امروز هم ما ایمیل آقای یزدان خدابندلو، شماره تلفن، فیسبوک، همه اینها رو میذاریم تا اینجوری یه جامعه بازی داشته باشیم، نترسیم. چون وقتی میترسیم کارهای خلاف میکنیم، وقتی میترسیم بدون اسم زنگ میزنیم یه جایی، بدون شماره زنگ میزنیم یه جایی، با آدرس فلان تلویزیون نامه می‌نویسیم برای یه تلویزیون دیگه. این اینجا میگن how low you can go، یعنی دیگه چقدر میتونیم پس فطرت بشیم، حد پس فطرتی رو نشون میده. چون نمیتونیم بگیم حد اکثر باید یه جای بالایی باشه، باید چرا میشه حد اکثر پس فطرتی رو نشون میده. ایشون نوشته که در ایمیل قبلی هم فراموش کردم که یادآوری کنم که من قبلا یک راوتر مودم اینجوری داشتم. یادتونه من تو برنامه بهش گفتم که اگه میخوای من راوتر دارم، چون سیستممون که عوض کردیم اون راوتر های اسپید هم هست، ما اینجا هیچ چیزی به غیر از های اسپید نمیتونیم داشته باشیم. یادم چندین وقت پیش آقای مصطفی زاده گفت آقا من با تلویزیون شما اشکالی نداشتم، امروز اشکال دارم. گفتم برای که سرعتمون رفته بالا شما زنگ بزنید. گاهی وقتی یک گریه و زاری به شرکتایی که ازشون چی میخرید انجام بدید، طبق اون ضرب المثل تا نگرید طفل کی نوشد لبن، اونها تا شما گریه و زاری نکنید چیزی رو بهتون اضافه نمیکنن. آمریکایی‌ها همین ضرب المثل رو دارن، چون اینجا بچه و مادر همش صنعتی شده، میگه چرخی که قیج قیج میکنه بهش گریس میزنن. پس گاهی وقتی قیج قیج لازمه. در هر صورت اینم از این ماجرا. نوشتم و حالا 4 پورت گرفتم و از ایبی خریده بودم و فرستادم و بعد همسایم یا دوستی که میشناختم خریدم و اتفاقا میخواست پول نگیره، چون گفت یه دفعه شما ماشین من خراب بوده و به من جمپ کیبل دادی، باتری دادی که استارت بزنم، یعنی کیبل دادی که استارت بزنم و اینها. توی این وسط ایشون نوشته که من نمیدونم چرا ما ایرانی ها به هود ماشین میگیم کاپوت ماشین. گفتم من چون تو آلمان بودم و اونجا هر چیزی که خراب میشه
بهش میگن کاپوت گماک یا کاپوت شد خراب شد و اینها. شاید مثلا تو ایران هر وقت خراب میشده طرف میگفته کاپوت گماک، اشاره میکرده اینو باز کن، این فکر میکرده اسم این کاپوته. میدونید ما تو ایران مثلا به آب گرم کن به جای بگیم water heater یا به کولر برای یخدون و اینها میگفتیم، به اون یکی میگفتیم دئوترم اسم شرکتش بود، به اون یکی میگفتیم کلمن اسم برندش بود. مثل مثلا یه نفر به صندلی بگه ارج، به جایی که بگه صندلی تاشو بگه صندلی ارج، چون ارج اولین صندلی تاشو رو تو ایران ساخت و عیبی هم نداره، یاد میگیریم. در اصل توی آمریکا به کاپوت ماشین میگن هود، به عقب ماشین میگن ترانک. ترانک یعنی جعبه، یعنی باکس، یعنی اون قطیایی که مادر بزرگمون یا مادرامون قبل از اینکه خونه ها کمد داشته باشه داشتن، صندوق، صندوقچه. دلیل اینکه این اسم مونده، اگه ماشینای قدیمی رو نگاه کنید، برید 1929 1930 فورد رو نگاه کنید، یه صندوقی پشتشه و اینا همون اسم رو گذاشتن برای اون در عقب. واقعا هم صندوق عقب تو ایران میگفتن، صندوق عقب که فولکس صندوق عقب نداشت، همون هودش میشد کاپوت جلو یا هر چیز که میگی. در صورت سر این موضوع بود که منم گفتم هیچ ماشینی کمک کردم، اما چرا پشت چراغ دارم ممنونی. خب ما ممنونی از شما که بهش گفتی 5 دقیقه دیگه میام، رفتی و علافش نذاشتی، آفرین به شما. البته شما به ما یه قولی دادی هنوز عمل نکردی، اون قولت هم یادت نره. جفت ماشینش پارک کردم و از کاپوت باز کردم، نمیدونم اینها هست تو چقدر. هم خودش و خانمش با لبخند از من تشکر کردم. این میگه من امروز بهش گفتم من اصلا قیافه شما رو یادم نیست، شما رو نمیشناسم، ولی اونی که شما بهش لطف کردی شما رو میشناسه. حالا بعد از این همه مدت از خودش خجالت میکشید که از من پول بگیرد. خلاصه میخواستم عرض کنم که من مشکلم حل شد با عرض پوزش از رود درازی و با سپاس جمشید شیرازی. من ممنونم از شما. و اما یه دوستی ما اینجا داشتیم وقتی تو رادیو بودیم، خب به نام آقای فرخ ثقفی. فرخ جان، شما این پیامی که برای من گذاشتی به جای این که برای آقای اجلالی بذاری با اون شماره تلفن‌های جدید برای من گذاشتی، دلیلش رو میدونم. احتمالاً آقای اجلالی یا مسافرت، چون بچه هاش تعطیلن حالا دیگه، یا ایران یا کشورهای دیگه یه جای مسافرت میخواد بره، یا اینکه تنبل برنامه هاشو به موقع نداده به فیرفکس پابلیک اکسس. فیرفکس پابلیک اکسس اینجوریه که مثلا 10 تا برنامه رو نگه میداره، اگه شما برنامه جدید ندی یکی از اون آخری ها رو میاره میذاره، و احتمالا اون برنامه که گذاشته شماره تلفن ما بوده که قبلا خود آقای اجلالی شماره تلفن خودش رو نمیذاره. آقای اجلالی به نسبت سنش بسیار آدم فعال و زرنگیه، شاید چون یک کمی عقیدش مثل آخونداز، اون زیرکی موزیبازی، نمیخوام بگم پدر سوختگی آخوندارم، در قشنگ وارد بود، کاراشو درست میکرد، از توی اتاقش کروماکی برای من میفرستاد و بمانه. در هر صورت فرخ عزیز، شما اینجا پیام گذاشتید، من پیامتون رو پخش میکنم. اگر کسی این پیامو گذاشته و فرخ نیست، فرخ ثقفی، به من بگه، برای منم فرقی نمیکنه، چون از من نپرسیدید که بهتون زنگ بزنم. حدود 5 دقیقه هم هست، بفرمایید. سلام. خیلی مردم کرده، همون مردم تیوی از پدار قضایی بسته همزم حضورتون، من صداتون میتونم، اسمتون فرموش دارم، من میدونم چارشتو و اصلی کارشتون فرموشتی خودم داری گوینده بوده یه موقعی بندنم چرا تغییر دادی چیزو، ولی به هر حال الان هم خوبه، جات خوبه، هم کیم بشت بوده. و خواستم با آقای اجلالی هم سرمهش بکنم، چون الان که صحبت میکنم یه میتونین زنی میزنی صحبت کنی، الان که فشتم بسنم فشتم بسنم صحبت کنم. نمیدونم حالا من کجای چیزم غلطه که بعد ایشون گوش میدم، ولی شما میگیم بسهش بذار. و حال در حال سوالش رو تشکر کنم و بگم که فرخ جون
من میدونم شما یه مقداری هم مریض حال هستی و اینها، و من هیچ وقت به کسی نمیگم کجای شما اشکال داره که به حرف فلانی گوش میدی. اتفاقا همیشه میگم اگر با کسی با گفتهاش مخالفید، برنامهشو نگاه کنید، باهاش صحبت کنید. ضمناً این برنامه‌های آقای اجلالی زیرش یه تاریخ نوشته میشه، مگر اینکه دیگه این مال موقعی باشه که تاریخ هم نداشته. اول برنامه، اول پیامتون شما میگید که ما خیلی گفتیم مردم تیوی، مردم تیوی و اینها، همون یه بار بگیم بسه. والا این همه هم میگیم، باز وقتی یکی زنگ میزنه میگه آقا مردم تیویه، سربی شما هستی. و این سه تا بود، مردم تیوی، از مردم، با مردم، برای مردم، یعنی یکیش که مردم تیوی، از مردم، با مردم، برای مردم. یه دوستی داریم آقای پتیک مهدسیان که ارمنی هستن، گو آقا بگو با حمایت مردم که اونهایی که حالیشون نیست دوزاریشون بیفته که حمایت کنن. این شد که ما اینو میگیم، ما پنج بار میگیم، درستم میگی، یه بار دیگه هم حالا میگیم مردم تیوی، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. مرسی. و ما هیچ اشکالی نمیبینیم شما با آقای اجلالی به برنامه‌اش گوش کنی، و اتفاقا من خوشم میاد برنامه‌های شنبه شما زنگ میزنید، اون آقای محسن زنگ میزنه، صحبت میکنید. حالا چرا از کامپیوتر استفاده نمیکنید که برنامه‌های ما رو هم ببینید؟ من نمیدونم. دوستان عزیز، 17 دقیقه دیگه میریم کلن آلمان، میریم با آقای یزدان خداوند لو صحبت میکنیم که از شاه و پیر و پیغمبر و خدا همه رو زیر ذره بین نگاه میکنه، یا روی میز تشریع دل جگرشون رو باز میکنه. بفرمایید آقای فرخان با شما هست. چیز میکنم، قدردانی میکنم از زحمتشون و کار ارزنده و ازم بزرگتون که ما که اینجا هستیم توی امریکا، واقعا باید سعی کنیم رابطمون با ایرانیهای داخل مربوط نگه داریم و هر کمکی از اون برمیاد، فکری البته دیگه، فکر مالی که مثلا این کمکی فکری خیلی بهتره. و آقا فرخ، برای آقای اجلالی کمک فکری بهتره، چون ایشون برنامه مجانی میگیره از فیرفکس پابلیک کانتی و خودش هم ماشاءالله از لحاظ درآمد و اینها وضعش بد نیست. ولی برای تلویزیون مردم میتونم بگم، ضمن اینکه دوست داریم که کمک فکری، ولی کمک مالی بیشتر مهمه، چون تا کمک مالی نباشه ما اینجا رو باز نگه داریم. حالا شما که خوبه، ارسطو و افلاطون و نمیدونم اقلیدس و اقلیدس هم میگن، اقلیدس هم میگن، اینا هم اگه بیان کمک فکری کنن ما، این فایده ای نداره، میشه یک به یک، در صورت که الان یک به چند هزار تا هست، روی فیسبوک میبینید، روی تلویزیون مردم هم میتونید ببینید و الی آخر. در صورت ضمن این که خوشحال میشیم، تشکر میکنیم از کمک های فکری شما، کمک های مالی، حمایت مالی فراموش نشه. بفرمایید. آدم اگه بدونه چیزی فکری کمک کنه، میتونه از دید فشار دیکتاتوری یه جورایی خودشو خلاص کنه. ضمن تشکر دوباره، روزتون خوش، خدا حافظ. آها، من گفتم 4-5 دقیقه، ولی به نظر میاد که فرخ وقتی تلفنش رو قطع کرده روی 2 دقیقه و 15 ثانیه، یعنی صحبت کردنش رو قطع کرده، تلفنش رو قطع نکرده. این تلفن‌های لمسی و تلفن‌های جدید و اینا هم خیلی مشکل داره. در حقیقت 2 دقیقه بعدش میبینم که داره برنامه آقای اجلالی رو نگاه میکنه، ولی باید ازش تشکر کنم. در حالی که خودش صحبت میکرد، صدای تلویزیونش رو آورده بود پایین. برنامه آقای اجلالی دوستان روزای شنبه و یه بارم تکرار 1 ساعت 12 شب چیزی توی کانال C پخش میشد، الان دیجیتال شده دیگه، من نمیدونم شمارش چنده. میدونید اینایی که دیجیتال شده شماره های ممیزی هم داره. اینم از این احوال پرسی با جمشید. صدای فرخ ثقفی رو شنیدیم. من به خانواده ثقفی
چه خانم مینوی ثقفی که دورا دور نادیده با هم دوست هستیم، با وجودی که ایشون با من 180 درجه اختلاف داره، با فامیل ثقفی که اینجا فامیل بزرگی هستن، با بهروز که قدیما والیبال بازی میکردیم، هم هنرمندن هم موفق هستن، باشون دوست هستن و ارادت دارن، خانواده موفقی هستن. به مناسبت عید فطر در جشنی در مسجد بایسرین یا بایسرین جده مردم رقصیدن، اکنون خیلی جنجال به پا شده و خواهان محاکمه و مجازات مسئولین مسجد شدند. فیلم یوتیوب به دنبال خواهد آمد. فیلمی که فرستادید من نشون میدم، چون مال یوتیوب نیست، یه لینک دیگه است، امیدواریم یوتیوب یقمون رو نگیره. اجازه بدید تشکر کنم از دوستی که از کانادا برای ما یه چیزی فرستاده و تایتلش این هست: بیاین با هم ببینیم که قطر چقدر لندن یا عربستان، ببخشید، یا انگلستان رو صاحبه. و اینجا نشون میده here is how much of London is actually owned by Qatar. میگه این عکس ها نشون میده که در حقیقت چه مقدار از لندن به قطر به اصطلاح تعلق داره. نوشته که قطر Investment Authority QIA Qatar's sovereign wealth fund own 90% of Europe tallest skyscraper. میگه که 95% ساختمان‌های بلند رو این قطر و قطری‌ها دارن. خب این باز من برام جای تعجب نبود. اصلا من وقتی رفتم انگلستان این فروشگاه هرودزم رفتم، البته دیگه الان با وجودی که اسمش رو نگه داشته گویا اون آقای عربه، اگه یادتون باشه این بابای کسی بود که اون بابا، اون پسره دوست خانم، دوست همسر قبلی ولیعهد انگلستان شده بود، تصادف کرد کشته شد. خیلی ها میگن اون دسیسه بوده که تو تونل تو فرانسه کشته شد، بعضی ها میگن که نه اون مرد لاعبالی بوده و فلان اینها. پدرش این رو فروخت، ولی یکی از شرایطش این بوده که وقتی هم میفروشه لابد اسمش رو نگه داره. و من رفتم اونجا، فروشگاه بسیار بزرگیه و اصلا آدم تعجب میکنه که چجوری مثلا این اینقدر پول داشته. ولی باز جای تعجب نیست. ببینید اینجا اولمپیک ویلیج میگه که اون دهکده اولمپیک هم به اینا تعلق داره که 557 میلیون پوند بوده گویا، یا اون موقع زیاد نبوده، خیلی مال 2012. بعد The former US Embassy building میگه ساختمان قبلی سفارت آمریکا هم مال قطر. One Hyde Park. Hyde Park که میدونید که اتفاقا از تونم پیاده چند بار رفتم و همش منتظر بودم یه نفر وایساده باشه صحبت کنه ما ببینیم چجوری میرن روی قوطی روغن یا یه صندلی. هیچ وقت اتفاق اونجوری نیفتاد، ولی اعتصاب بود موقعی که من پارسال آلمان یا انگلستان بودم، مردم اعتصاب کرده بودن. ما چون با اتوبوس این ور اون ور می‌رفتیم یه ساعت نیمی مجبور شدیم وایسیم. وان هایت پارک میگه که مال اونهاست، بای حامد بن جاسم. بعد چلسی باراکس باز مال اینهاست، 200 میلیون پوند. این ریجن پارک باز مال اونهاست. ببینید دوستان عزیز، کشورهای دیکتاتوری، کشورهای بدبخت، کشورهای جهان سوم، کشورهای تو سریخور، اینا شما نگاه کنید، میگم آقا طرف بچهش که میخواست دنیا بیاد مثل این مکزیکی های بدبخت هست که زنه رو با وانت، با پیکاپ تراک، با تونل میاره آمریکا که آمریکا دنیا بیاد شناسنامه پاسپورت آمریکایی داشته باشه. اینا زن حامله رو که اون وقتا یادتون باشه بعد از 7 ماه میگفتن سوار هواپیما نشه، با تقلب با قلابی میکشیدن میبردن فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا، که بلکه بچه هاشون آمریکایی باشه، انگلیسی باشه. اون وقت همین پدر سوخته ها میگن که بابا ایران گل و بلبل بوده. میگم آخه اگه بوده چرا بچه هاتون اونجا دنیا اومدن؟ چرا بیمارستان مولوی مثل آقای بیمارستان مولوی بوده مثل آقای رضا پهلوی دنیا نیومدن؟ جواب ندارن، دروغ میگن. اینا همین کشورها همینه. اولا یکی از شرایطی که اینا نفت و اسلحه و فلان و اینا، میگه آقا من اینقدر نفتتو میخرم به شرطی که شما اینقدرشو اسلحه بخری.
من اینقدر میخرم به شرطی که این پول رو تو بانک ما نگه داری. بذار من این پلیر 4 رو خاموش کنم بیام سراغتون. بفرم. بله. و تعجبی نداره چون انگلستان یه جزیره کوچولویی. به من شما بگید اینا منابعشون چی بوده، ریسورسشون چیه، نفت دارن، مس دارن، صنایع دارن، چی دارن جز اینه که اینجوری فکر کنه فلان کشور نمیدونم چیشو بگیری بده به این، به اون بگی پولتو اینجا بذار، به اینم بگی باز اینه که میذاری پولتو اینجا بذار، این وسط میخورن و میبرن و الی آخر. خیلی دستمو تکون ندم. در صورت میگه حتی لندن استاک اکسچنج، اونجایی که ساعت بازار سهام و فلان اینها هست، کمدن مارکت، همه اینا خب مبارکشون باشه. خب بذارید دوستان 8 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای یزدان خداوندلو. آقای یزدان خداوندلو دوستان از قبل آمدن حاضر که به شما حمله که نه اعتراض کنن. سلام و مرسی از شما. من در مورد فیسبوک زیاد اطلاع ندارم. منظورتان این است که باید اسم مرا در قسمت آدرس بنویسید با اینکه کل اطلاعات مرا میخواهد، یا اینکه کل اطلاعات مرا میخواهد. بله نمیدونم چرا وقتی که شما یه لینکی از فیسبوک میفرستید من روی اون لینک کلیک میکنم ایمیل شما میاد بعد میگه حالا ساینین کن. من ساینین هستم ولی دوستان دیگه هستن که از فیسبوک میفرستن، اینجوری نمیشه. به نظر من شما از دوستان دیگه هم سوال کنید ببینید اگر برای شما این اشکال پیش میاد یه جوری ببینید چه جوری باید رفعش کنید. در اصل ممنونم. در ضمن مطلبی، بله این مطلب رو هم چشم، نظر شما عجیب نیست که مسئله ملاقات لورتا لینچ و کلینتون ها در فرودگاه و جریان FBI و بله من اتفاقا دیشب بود که داشتم این تاون هال، یعنی رئیس حزب جمهوری خواهان، این آقای پال رایان یا رایان پال یادم میاد دیگه اسمشون، این پسری که چشماش سبز و صورتش جوونه ولی سنی داره، این داشت صحبت میکرد و اینها. به خانمم گفتم عجیب نیست که حالا که فراخان و چیز به اصطلاح بزرگی داده شد که بیاین از حق سیاها مثل 60 سال پیش، مثل 70 سال پیش دفاع کنید، یه دفعه این پسره اومد تق 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 اینا رو اینجوری زد. یه دفعه اون ماجرا، چند تا ماجرا رو هم میاد که این فکر دسیسه بودن اینها در مغز آدم قوی میشه و جون میگیره که این دسیسه رو درست کردن که روی اون سرپوش بذارن. البته ما ایرانی ها با دسیسه اصلا بزرگ شدیم. و اما خانم شایسته الهامی یه مقاله ای رو نوشتن که من یه مقدارش رو میخونم براتون، اگه خواستید این مقاله رو بگید براتون بفرستم یا با خودشون روی فیسبوک تماس بگیرید. خانم شایسته الهامی در نشریه های کانادایی هم می نویسن و ایشون بارها گفتن که چون سالهای زیادی هست که از ایران دور هستن به خودشون اجازه نمیدن که درباره ایران پیشگویی کنن، نظر بدن و اینها. درباره مسائل جهانی، بله من ایرانی ام، اینجا اگه یه مسئله تو ایران اتفاق بیفته رو من تأثیر میذاره، ولی من بشینم اینجا بگم ملت بی شعور برید بریزید تو شیراز، برید بریزید تو تهران خون بپا کنید و تا من بیام، این مردم میفهمن که من یه شخص نادانی هستم. خانم شایسته الهامی 4 روز پیش این رو نوشتن آشوب‌های سیاهان در چند روز گذشته به مناسبت کشته شدن 2 سیاه‌پوست به دست پلیس و تظاهرات بعدی که منجر به کشته و زخمی شدن چندین پلیس شد باعث شد که خبر دیدار تصادفی، چند تا علامت سوال گذاشتن چون این دیدار تصادفی نبوده، شما تو هواپیما که نشستی نمیدونی تو هواپیمای اونوری روی این تارمک، روی آسفالت، روی اون رانوی کی نشسته، کجا نشسته، که خانم لورتا لینچ وزیر دادگستری آمریکا با بیل کلینتون و همسرش در باند فرودگاه فینیکس گفتگوی آنها در مورد نوه‌هاشون، باز علامت سوال گذاشته چون اینا گفتن ما درباره پرونده قضایی خانم هیلری کلینتون صحبت نکردیم، ما درباره نوه‌هامون، درباره هوا اینها صحبت کردیم. بعضی وقتها همزمانی این حوادث با مسائل سیاسی، خیلی مهم
انسان را به حیرت می اندازد. آفرین. موضوعات سرنوشت ساز مردم دنیا و جلوگیری از جنگی دیگر به هیچ وجه از ذهن صلح دوستان آمریکایی کنار نمی رود و تا آنجا که در توان دارند کوشش می کنند مردم آمریکا را به عواقب وخیم یک انتخاب غلط که ممکن است به فاجعه منجر شود آگاه سازند. روز 8 جولای آقای پاتریک بوکانن در سایت Information Clearing House مقاله تحت عنوان آیا هیلری اخلاقاً فاقد صلاحیت برای رئیس جمهور بودن است نوشته. این هم خلاصه از آن. پاتریک بوکانن نوشته آیا هیلری دارای صداقت و درستی است که بتواند در رأس دولت آمریکا در قرن 21 قرار بگیرد؟ این سوالی است که جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI از گزارشی که کارمندان او در تحقیقات قضایی به خاطر رسوایی ایمیل های شخصی هیلری به دست آورده بودند مطرح میکند. تفره رفتن هیلری از جواب دادن به سوالات FBI موجب تعقیب قانونی اوست و این سهل‌انگاری در اداره اسرار امنیت آمریکا باعث ساقط شدن و توقف مبارزات انتخابی او خواهد شد. مقاله بسیار جالبه. اگر خواستید با من تماس بگیرید یا مستقیما با خانم شایسته الهامی روی فیسبوک تماس بگیرید و خانم الهامی اگر مایل هستید ایمیل هاتون هم زیر این نوشته ها بذارید، ما اون را هم نشون میدیم که دوستان تماس بگیرن. دوستان، همین آقایی که رئیس، میدونید اینجا رئیس مجلس شخص سوم مملکته، یعنی اگر همین الان رئیس جمهور و معاونش توی هواپیمایی یا توی جایی یه اتفاقی بیفته و هر دو کشته بشن، این آقا میشه رئیس جمهور. نمیدونم همچین اتفاقی تو آمریکا تا حالا افتاده یا نه. میدونم که رئیس جمهور کندی که مثلا کشته شد، معاونش آمد شد رئیس جمهور، ولی نمیدونم که هیچ وقت سخنگوی مجلس شده یا نه. این سخنگو گفته که این هیلری انقدر کارش خرابه از لحاظ دروغ گفتن اینها، فعلا اسرار نظامی و سیاسی آمریکا رو در اختیارش نذارید، چون قانون اینجا کانونشن اولی رو که میرن این چیزای سری رو در اختیار اینها میگذارن. دوستان عزیزی که منو از فیسبوک میبینید و میشنوید، اگر قطع شد، یعنی اگر نداره قطعش میکنم، دوباره وصل میکنم که برنامه آقای یزدان خدابندلو هم جدا باشه، هم فیسبوک ما رو سر 90 دقیقه قطع نکنه. پس اگر دیدید این برنامه قطع شد، یک دقیقه صبر کنید، آقای یزدان خدابندلو که میان دوباره روی فیسبوک اون علامت پلی رو بزنید و ویدیو شروع میشه. پس با فیسبوکی ها الان خداحافظی میکنم، خدا حافظ تا یک دقیقه دیگه. این از این و با شما دوستان هم خداحافظی. ساعت 3 هست، منتظر آقای یزدان خدابندلو هستیم. مرسی.